اندیشه، تمام این نکات نکات مهمی است. اما فعلا بدانیم که حافظ چنین وصفی درباره می دارد: هر وقت دوچار مشکل می شود، غمگین می شود، به او سخت می گذرد، دوچار به قول شما زرلک می شود، زرلک می شود، سختی، چکار می کنه؟ میگه می بده. زین دایره مینا خونین جگرم، می بده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. حافظ مشکلات راه را در ساغر مینایی حل میکنه، در جام شراب. و من نگرانم برای کسانی که ممکن است گاهی بیاین گاهی نیاین، یک هفته بیاین یک هفته نیاین، برای اینکه در این هفته یک سخنی میگوییم سوال برانگیز، عجیب، جوابش رو هفته های آینده خواهیم گفت مثلا. و اگر یک هفته باشی این سوال همچنان میماند، یا اگر هفته آینده بیایی ممکن است بخشی از سخن را ندانسته باشی. پیاله بر کفنم بر، تا سحرگه هشت به میز دل ببرم، حول روز رستاخیز. اینها رو گفتم. حافظ میگوید من اهل خوردن شرابم و ترک نمی کنم. این چه شرابی است؟ کدام شراب است؟ یعنی چی؟ حافظ از یک سو میگوید قرآن زبر بخوانی با چهارده روایت، از یک سو میگوید هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، از یک سو میگوید اما از یک سو هم میگوید مثلا من نه اون رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، من نه اون رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، معتصب داند که من این کارها کمتر کنم. ترک شاهد، شاهد یعنی زیبارو، زیبارو مثل همه شما، و ساغر هم که معلوم است ساغر چیه. من و انکار شراب این چه حکایت باشد؟ من و انکار شراب این چه حکایت باشد؟ یعنی من انکار نمی کنم، غالبا اینقدرم عقل و کفایت باشد، برای اینکه اینقدر عقل و کفایت دارم. من و انکار شراب، زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار، اگر زاهد دنبال حوران بهشتی است، حوری بهشتی میخواهد، و به قصور قصرهای بهشت، به مکانهای بهشتی امیدوار است، ما را شرابخانه قصور است و یار هور، یار ما هور ماست، شرابخانه هم قصور بهشتی ماست. و تکرار می کند چرا حافظ این همه، چرا حافظ این همه به مسجد، به سجاده، به تسبیح، به نماز، به مسجد، به همه لوازم، به نزد کفته پیش گفتیم، چرا بد و بیراه میگوید؟ چرا انتقاد میکند؟ برای اینکه، این پاسخ اینجاست، برای اینکه قرن هشتم، سده هشتم، زمان حافظ، حاکمیت زمان حافظ حاکمیت زاهدان مذهبی بود، زاهدان مذهبی بود، واعظان مذهبی بود، که این زاهدان مردم را به دین فرا می‌خواندند اما خودشان اهل دین نبودند.
حافظ میگوید واعظان که جلوه بر محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن. زاهدان که این جلوه بر محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. برای شما که امروز در ترکیه زندگی میکنید خیلی آسان نیست این مفهوم را بدانید. برای کسانی که در یک حکومت سختگیر مذهبی زندگی کرده باشند و همه ی حرکت های اونها کنترل بشود و هر قدمی ظاهراً خلاف رأی حاکمان بردارند محاکمه شوند، اونها متوجه خواهند شد. در زمان حافظ در قرن هشتم در شیراز ما در تمام کوچه ها یا مسجد کنار هم مسجد بود و جای واعظان و زاهدان ریاکار و دروغگو، یا خانقاه بود جای صوفیان ریاکار، و حافظ هم با زاهدان دروغین در مبارزه است هم با صوفیان ریاکار. بسیار و بسیار و بسیار تمام دیوان حافظ پر است از این انتقادها. میگوید باده نوشی، باده شراب سزده و کادم اسم داریم باده گوییم باده معنیسی شراب دارد. باده نوشی باده چیه؟ باده نوشی که در او روی و ریایی نبود او یابن سویلام است. باده نوشی که در او روی و ریایی نبود بهتر از زود فروشی که در او روی و ریاست. حافظ او این باده نوشی که در اون روی و ریایی نبود او یالان سلم است با دهایی در کمدن زود فروشی که در اون روی و ریاست. از زود فروشی که در اون روی و ریاست می خور که حافظ زمانی بود می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. با آینه زمان حافظم گرسید و بزه گستری بود می خور بود سبب دندیر می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. اما حافظ که خودش اهل دینداری است میگوید حافظ از معتقدان است گرامی دارش زان که بخشایش بس روح مکرم با اوست. میبیند عده‌ای نماز میخوانند اما دروغ میگویند. به مردم میگویند حلال و حرام مواظب باشید اما خودشان مال حرام میخورند. به مردم میگویند مواظب چشمتان باشید چشمتان پاک باشد دلتان پاک باشد اما خودشان چشمشان پاک نیست دلشان پاک نیست. مردم را به نماز فرا میخوانند حی علی السلام میگویند اما در نماز حقیقت را ندارند، تقوا ندارند. حافظ میگوید به شیخ، به اونا اعتراض میکند. میگه این تقلیم تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمیکنم. همین مقدار تقوا برای من کافی است که من مثل شیخ بالای منبر با زیبارویان شهر ناز و کرشمه نمیکنم. این تقلیم تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. به این خاطر است که به این دلیل است که با سبب دندر که حافظ به این زاهدان
به این واعظان ریاکار و دروغگو میخواهد مبارزه کند، به اینها اعتراض میکند، اما به این شکل. اگر زاهد میگوید مثلا خاک من وقتی مردم، خاک من رو ببرید در فلان جای مقدس اونجا دفن کنید، اگر زاهد واعظ میگوید وقتی من مردم مرا ببرید در فلان جای مقدس، در امامزاده، در جای مقدس به خاک بسپارید، حافظ او را مسخره میگوید، مسخره میکند، میگوید مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند، مرا به میکده بر در خم شراب انداز، مرا به میکده بر در خم شراب انداز، یا به راه خرابات خاکم کنید، به تابوتی از چوب تاکم کنید. چوب تاک عظوم عاجزه، عظوم عاجز دیدید منم تابوتونه عظوم عاجز من دو زده، به تابوتی از چوب تاکم کنید. مثلا اگر واعظ میگوید نظر دارم، گفتم به شما، حافظ میگوید یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش کن. اگر واعظ میگوید به تسبیح مینازد و با تسبیح ذکر میگوید، حافظ میگوید دست من در دامن ساقی سینوسا رشته تسبیح اگر بکسه است معذورم بدار، دست من در دامن ساقی سینوسا بود. پس حافظ به این دلیل همه لوازم شریعت را مسخره می کند که اینها وسیله دست دروغگویان هست، وسیله دست دروغگویان هست، به این دلیل است که با اونها مبارزه می کند. خب کوتاه‌تر بگم که خسته نشید. درباره پیر مغان بعداً صحبت خواهم کرد که خسته نشید. این بعضی گفتن چرا حافظ گفته از سالک به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود. سالک که پیر نیست، سالک تازه راه طریقت را می رود. حافظ نگفته اگر پیر بهت گفت، میگه اگر سالک گفت. اما جواب این است که در دیوان حافظ سالک در معنای پیر به کار رفته است بارها، یعنی حافظ سالک را در معنای پیر به کار برده است، به این دلیل که سالک خودش هم پیر است، در مسیر را دارد میرود و پیر هم خودش سالک است، همیشه پیر در سلوک است. و نمونه داریم، حافظ میگوید چو پیر سالک عشقت، پیر سالک یعنی در واقع سالک در معنای پیر به کار رفته، چو پیر سالک عشقت به می حواله کنند بنوش و منتظر رحمت خدا میباش. چو پیر سالک عشقت به می حواله کند بنوش و منتظر رحمت خدا میباش. یا جای دیگر میگوید در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک جهدی بکن سرحلقه رندان جهان باش. سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باده فروش از کجا شنید. پس حافظ سالک را در معنی عارف به کار برده است. شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. این دو هفته گذشته گفتیم حافظ در نظر حافظ
دنیا دنیای عجیبیه، سخته، هیچ معلوم نیست چطوریه، نه در نظر حافظ، در نظر همه شاعرانی که ما میشناسیم در زبان فارسی. فقط یک نفر شاعر زبان فارسی ما داریم که پرده این تلویزیونش برفکی نیست، یعنی اینکه خیلی تاریک نیست، براش روشن همه چیز، و اون مولاناست. تک مولانا، حافظ، خیام، سعدی، بعدی، همه اینها، دیگران، همه در برابر کائنات، در برابر هستی گیج و مبهوتند، نمیدانند چه شده است، اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است، معلوم نیست. به همین دلیل این شعر مولانا مولوی که میگوید از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، این منصوب به مولوی است و به احتمال خیلی قوی از مولوی نیست، در عین اینکه بعدش توضیح میدهد که از کجا آمدم و برای چه آمدم، اما مولوی میداند از کجا آمده است و برای چه آمده است و کجا میرود، ولی هیچ کدوم دیگر از شاعران ما اینقدر روشن نیست برایشان. حافظ که ایرانی ها با او فال میگیرند، حافظ ایرانده فالجه داشت، هر کمسی گروه حافظ هم فال سادجه فال هم بیر فالجه داشت، سادجه فالجه بشه مرسل، همه با حافظ فال میگیرند تا سرنوشتشان را حافظ به اونها بگوید، نه یازمیش اون عالمه یازمیش برده او حافظ کتاب نافظ دیوانه واقعی داد برده حافظ اونها رو دوست داری بگیرد، حافظ که باید داره، حافظ که این گونه است، حافظ که این گونه است که مثل کتاب او، مثل کتاب قرآن در خانه همه ایرانی ها هست، اینقدر به او احترام میگذارم، اما خود او میگوید از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت، حدیث از مطرب و میگو و راز در کمتر جو، راز در کمتر جو، یعنی با کائنات این سر نیش کسی برماز، هیچ که مزر بود کمتر جو، آز بونیم سونگه گز هیچ که برماز، حدیث از مطرب و میگو و راز در کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را، که کس نکشود آچه مدید و نکشاید آچه برمز به حکمت این معما را، کائنات معماسه نیش کسی هیچ که مثل آچه برمز، کجاست اهل دلی تا کند دلالت خیر، که ما به دوست نبردیم را ره به هیچ طریق، دنیا خیلی پیچیده است، دنیا خیلی سخت است، و همه کسانی که گمان میکنند همه چی روشن است، فقط گمان میکنند خیلی پیچیده است، ما از کجا آمدیم، چگونه آمدیم، سرنوشت هر کدوم از ما چه خواهد شد، برای چه ما آمدیم، و خیلی چیزهای دیگر. الان شما اینجا نشستید، همتون مسلمان هستید، اگر مثلا سلطان محمد فاتح استانبول رو فتح نکرده بود، شما الان همه مسیحی بودید، اینجا نشسته بودید. اگر ما در اسرائیل به دنیا اومده بودیم، حالا همه یهودی بودیم. اینجا به دنیا اومدیم، مسلمان هستیم. ولی گاهی چنان مسلمانانی هستیم که میگوییم همه دیگران باید بمیرن چون ما هستیم. مالاسف. شایل می رویم در نماز جماعت
سنی ها بم میگذاره که اینها سنی هستن باید کشته بشن، یا سنی هستیم میرویم در نماز جمعه شیعیان بم میگذاریم منفجر میکنیم، میگوییم مسلمانیم اما شیعه ایم باید سنی بمیرن، سنی هستیم باید بری شیعه بمیرن. چرا اینجوری؟ چرا اینجوری هستیم در حالی که اصلا معلوم نیست برای چی ما اصلا مسلمان شدیم؟ ما که اگر چند صد کیلومتر آن طرف در بودیم مگه چقدر تا یونان فاصله است؟ ما اگر اونجا بودیم که مسیحی بودیم، ما که اگر استانبول فتح نشده بود الان جز اروپا بودیم مسیحی بودیم، اگر عثمانی ها نیامده بودن چگونه است که ما چند صد سال پیش مسلمان شدیم ولی حالا میگوییم دیگران باید بمیرن؟ حافظ با این نوع اندیشه ها مخالف است. مسلمان پاک اعتقادی است حافظ، مسلمان پاک اعتقادی است اما با تعصب مخالف است، با تعصب مخالف است. میگه در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست، در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست. خب همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند اون رازی که از اون سازند محفل ها. خودکامی کلید واژه است، واژه خیلی مهمی است در دیوان حافظ، خودکامی. راز هم که بسیار مهم است، خودکامی. حافظ در جای دیگر هم گفته است فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. خودبینی کفر است. اینقدر حافظ با خودبینی مخالف است که من فقط خودم را ببینم، فقط خودم را ببینم، به دیگران کار نداشته باشم، فقط خودم را ببینم. و زاهد فقط خودش را میبیند از دیدگاه حافظ، بعد براتون خواهم گفت. کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. طریق کامبخشی چیست؟ طریق کامبخشی چیست؟ ترک کام خود گفتن. کلاه سروری آن است که از این ترک بردوزی، که از این ترک. Bu bizim evimiz sağlık. Kadın bizim evimiz sağlık. Bu evet. Rahatsız edilsiniz. Kusura bakmayın. Aa, böyle. Ve یک چیز بگویم، ما یکم که جلوتر برمیم خیلی معطل نمیشیم مثل حالا، شعر بیشتر میخوانیم، ولی کم کم باید کلیدهای فهمیدن حافظ را پیدا کنیم. بلنر هر بیرسیم که برو سیزه من سویلدم سیزه اینچون هر بیرسی بیر آناتر بیر آناتر ده بیر مهم کنو حافظ دیوانیدن ده هر بیرسیم. Bunun siz anlediniz, ondan sonra biz kazanlarını hızlı çekiyoruz ve gidiyoruz. Her konumuna bir kelide برای فهمیدن دیوان حافظ. ما ناگزیریم اول کار این کلیدها را بگوییم که بعد هر وقت رسیدیم به خودبینی، به زاهد، به می، به راز، به هر کدوم این واژه های کلیدی، واژه های مهم، کلمه های مهم رسیدیم، دیگر معنیش را بفهمیم، شعر را بیشتر بخوانیم و کمتر درگیر این توضیحات بشیم. خب گفتیم راز، راز و رازداری هم خیلی مهم هست در دیوان حافظ. راز و رازداری، سری، سر، سری، ساکرمک لازم بود، سر çok önemlidir bu hafızın divanı. Raz. Razdari. O hafız mı guyad
چرا منصور حلاج را به دار کشیدن؟ حلاج نده؟ استدلال ندن؟ جرمش این بود که اسرار رو پیدا میکرد. سری فاشد. اون یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار رو پیدا میکرد. در عرفان اسلامی مخصوصا خیلی 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 تاکید شده است که باید سر نگه داریم، یعنی عارف ها اسراری بر آنها متجلی می شود، به دریافت هایی می رسند که اگر اون دریافت ها را برای مردم بگویند، مردم به اونها می گویند کافر و او را سنگسار می کنند، او را می کشند، همچنان که منصور حلاج را، همچنان که بایزید بسطامی را، همچنان که عین الغزات را و خیلی دیگر از عارفان را کشتند. چه کسانی اینها را کشتند؟ خود همین مسلمان ها. یعنی گفتند اینها کفر میگویند. به همین خاطر در عرفان تأکید می شود که اسرار را فاش نکنید. هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختند، آغازانه تیک دلر. هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختند، دو دارگلر اینه؟ تکرلر. هر کسی که سر بدید، هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختند. من عرف الله کل لسانو، با عربچه دلی دلی، من عرف الله، هر کس خدا را شناخت کل لسانو، زبانش بسته شد، زبانش بسته شد، گم شد، دیگه نمیتواند اسرار را بگوید. و یکی از مسائل و موضوعات مهم دیوان حافظ همین است که راز را نباید گفت، مخصوصا به کسی که محرم راز نیست. غم حبیب نهان به ز گفتگوی رقیب، که نیست سینه ارباب کینه محرم راز. حافظ نمیشه سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باده فروش از کجا شنید. چون که زنده گفت دی، چون که زنده حافظ کوکوسی گندن گریر. سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باده فروش از کجا شنید. این الله این سر نی، او عارف هیچ کم زده مدی، من ششیره رو ندامونیم و باده فروش و باد ستن او نردن بوده دوندی نردن بوده اونی که هیچ کم سرده مده. عارف سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم چوک شاشیر رو بیرمی رو نردن بوده، در حیرتم که باد فروش از کجا شده. میهانجی نردن بوده بود چون که زبان حافظ نیست. راز درون پرده ز رندان مست پرس. رند. من باید 5 روز درباره رند سخن بگم. رند دیوان حافظ. رند کیست؟ برای شما خواهم گفت. رند خیلی 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 مهم است در دیوان حافظ. رند هم مثل پیر مغان، مثل می، مثل عشق، از کلیدهای مهم هست. شاید 10 تا 15 تا کلید در دیوان حافظ باشد که خیلی مهم است. کلید واژه، یعنی اون کلمه که چوب اونمده کلمه داره، کلمه های مهم میرسی نبوده. رند